سلام بر شما من بن سبتی سخنگوی دفتر دولت اسرائیل به فارسی اینجا هستم تا اخبار و گزارشات روزانه را به زبان فارسی در اختیار شما قرار دهم نیروهای ارتش اسرائیل در غرب شهر غزه برای از بین بردن زیرساختهای تروریستی حماس با همکاری کامل نیروهای هوایی و دریایی نیز در حال عملیات هستند دیروز 50 هزار نفر از ساکنان غزه به لطف راهروهای بشردوستانه که توسط ارتش اسرائیل در برابر حملات حماس ضد غیرنظامیان فراری خود محافظت می شود از شمال خارج شدند یکی دیگر از این راهروهای تخلیه امن امروز نیز ایجاد می شود نیروهای موساد به مقامات برزیل در خونسا کردن یک عمل تروریستی در برزیل کمک کردند ارتش اسرائیل به حملات خود علیه زیرساخت های تروریستی حزب در جنوب لبنان نیز ادامه می دهد. 351 سرباز در نبرد دفاع از اسرائیل تاکنون کنون کشته شده اند. همچنین 57 58 افسر پلیس و ده نیروی ویژه شینبت کشته شدهاند. اسرائیل قدردان فداکاری آنها است و خداوند روح آنها را در کنار خود حفظ کند. از بین این 350 قهرمان می خواهم در مورد یکی از آنها به شما بگویم. هنگامی که تروریست ها در روز 7 اکتبر به جشنواره موسیقی رفتند، به هر کسی که دستشان می آمد، تیراندازی وحشیانه و تجاوز کردند اما آنر و گروهی از جوانان به پناهگاه نزدیک پناه بردند آنر که با رنگ سبز این دایره در این عکس مشخص شده توجه داشت او می توانست صدای تیراندازی را که نزدیک میشد، بشنود و در صدای نارنجک های دستی را تشخیص داد او یک تصمیم سرنوشت ساز گرفت <سؤال> انر <آنیر الکا> <مؤتمره> گفت که اگر نارنجک ها را داخل کند نیم، 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 او آنها را بیرون میندازد و هر کسی می تواند این کار را انجام دهد آنر مسئولیت گرفت و از دیگران خواست که پناه بگیرند و در صورت مرگ او جایگزین او شوند. تروریست ها در نهایت جمع شدند و همانطور که انر پیش بینی میکرد شروع به پرتاب نارنجک به داخل پناهگاه کردند. آنر ماده مفجره را برداشت و قبل از انفجار آن را بیرون انداخت لو... لو من دوستشان میگوید هیچ نشانه از ترس نشان نداده است آنر نارنجک های مکبار را برداشت و بیرون انداخت در کل هفت سال هشتومی در دستش تو منفجر تو شد. شد اون یکی با بدنش لو دا دا منفجر منفجر متوقف شد کم از من مخزی باید این شجاعانه ترین کاری بود که تا به حال دیده بودم کسی انجام بده این واسه شدیم دولت اسرائیل از رشادت‌های این جوان شجاع سرخم می کند دیبو. یادش گرامی باد مانند همیشه ما در تمام ساعات شبانه روز در این اطلاعات تماس روی صفحه آماده پاسخگویی به سوالات شما هستیم سپاس گذاریم.